سلام، خوش اومدین به 101مین شماره از سرخابی ترانسفر. امروز یک شنبه 4 تیر ماه با هم دیگه آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. آتش‌بازی تیتی ها با خرید 3 به علاوه 1 ستاره. بوسه شجاع به لوگوی تراکتور. با اعلام باشگاه تراکتور پس از مذاکره و توافق طرفین، شجاع خلیلزاده، مهدی شیری و سعید آقایی با امضای قرارداد همکاری به طور رسمی به جمع شاگردان پاکو خمز اضافه شدند. همچنین حسین پورحمیدی که به صورت قرضی در آلومینیوم عراق حضور داشت، در فصل 23 سنگربان تراکتور خواهد بود. یک تمدیدی و یک خرید برای طلایی پوشان. طالب ریکانی، هافبک و کاپیتان 33 ساله تیم صنعت نفت آبادان، همچنان در عضویت این تیم باقی موند و قراردادش رو تمدید کرد. همچنین وینگر خلیج فارس ماهشهر که فصل گذشته با گل خودش باعث موندگاری این تیم در لیگ 1 شد، با عقد قراردادی به صنعت نفت آبادان پیوست. این بازیکن تنها در یک نیم فصل موفق شد 7 گل رو برای نماینده ماهشهر در لیگ 1 به ثمر برسونه. توافق نهایی مدافع برزیلی با فولادی‌ها. جفرسون باهیا، مدافع برزیلی فصل گذشته مس، یکی از بازیکنان حاضر در لیست نقل و انتقالاتی استقلال بود که با این تیم به توافق نرسید و ترجیح داد راهی فولاد خوزستان بشه. جفرسون از استقلال خواسته بود تا $200,000 نقد به وی پرداخت کنند تا به این تیم ملحق بشه، که ظاهرا آبی‌ها نتونستن این پول رو به موقع آماده کنند تا این بازیکن با $350,000 به فولاد خوزستان ملحق بشه. اخباری در راه گلگوهر سیرجان. محمد رضا اخباری، کاپیتان تراکتور، در فصل گذشته با مدیرای این باشگاه برای ادامه همکاری به توافق نرسید و قراردادش رو تمدید نکرد. با توجه به پیشنهاد مطرح شده از سوی تیم گلگوهر سیرجان، به نظر میرسه که اخباری فصل آینده در جمع سرمه‌ای پوشان حضور خواهد داشت. حقیقی در آستانه توافق با هوادار. محمود فکری برای تقویت تیم خودش در خط دروازه، بعد از بررسی گزینه‌های موجود در بازار نقل و انتقالات تابستانه، از مدیرای باشگاه هوادار خواسته تا شرایط حضور علیرضا حقیقی رو در این تیم فراهم کنند. در این زمینه گفته میشه که مذاکرات اولیه انجام شده و اگر اتفاق خاصی رخ نده، حقیقی به تیم هوادار خواهد پیوست.